بسم الله الرحمن الرحیم. ستوده باد خدایی که می بخشد بی دریغ و دوست می دارد بی چشم داشت، خدایی که دانه را می شکافد و لبخند سبز و روشن جوانه را بر چهره عبوس و تیره خاک می نشاند، خدایی که از دانه نهال می سازد، نهاد را درخت می کند و درخت را غرق شکوفه. ستوده با نگاهی که در دانه درخت می بیند و در قطره دریا. سلام پرنده ها، سلام گنجشک ها، پروانه ها، کبوتر ها، سلام شمایی که در عشق پرواز می کنید، در عشق پرواز میکنید، در عشق اوج میگیرید و در عشق میمیرید. پر پروازتان خسته و ملول مباد. محمد اقبال لاهوری شعری داره که در اون شعر یه جا میگه دیدن دگر آموز، شنیدن دگر آموز. این حرف تلویحاً اشاره داره به این که ما میتونیم دیدنی دگر بیاموزیم، یعنی شیوه معمول و معتاد دیدن خود رو کنار بذاریم، زندگی رو دیگه چنین نبینیم که میبینیم، یه جور دیگه ببینیم. ما میتونیم شنیدنی دیگر بیاموزیم، جور دیگه بشنویم. اگر ما میتونیم دید و دریافت خودمون رو، شیوه دیدنمون رو عوض کنیم، از اونجایی که این شیوه دیدن معمول و معتاد رو خودمون انتخاب نکردیم، پس باید به ما داده شده باشه. ما با همین شیوه معمول و معتاد دیدن زندگی رو به شکل خاصی دیدیم و بر اساس همون دید و دریافت خودمون از زندگی لایف استایلی رو انتخاب کردیم، یه شیوه زندگی رو انتخاب کردیم، لایف استایلی که روی تصمیم ها و انتخاب های ما هم اثر گذاشته، حتی تا جایی که باعث شده ما شغل خاصی رو انتخاب کنیم، با آدمی خاص در رابطه قرار بگیریم، مسیر خاصی رو طی بکنیم، کارهای خاصی انجام بدیم که اگر به گونه دیگه می دیدیم قطعا انتخابهای ما دیگه اینا نمی بود و کارها و رفتار ما هم این نبود. متعالق رنگ نکردیم از خودمون بپرسیم اینی که من الان هستم، این کلیت با همه چیزش، این اصل با مخلفاتش، اینو من انتخاب کردم یا انتخاب شدم؟ یعنی من در این شیوه زندگی هیچ دخل و تصرفی داشتم
بودم یا نه چشم باز کردم دیدم که من همینطوری دارم زندگی میکنم، از بعضی چیزا خوشم میاد، از بعضی چیزا خوشم نمیاد. برای مثال ما از آب گوشت خوشمون میاد، انتخاب کردیم؟ نه. یه خانم خبرنگاری از اندونزی اومده بود ایران، مهمان ما بود، چند روزی که از اتاقا رو خالی کردیم پیش ما بود، دیگه هتل نرفت، اینو بردیم این طرف اون طرف گردوندیم و جا رو بهش نشون دادیم. بعد یه بار بردیم دربند و اونجا آب گوشت سفارش دادیم توی یکی از همین رستوران های سنتی. بعد وقتی ما تلیت کردیم اونطوری خوردیم و بعد نخود و لوبیا و گوشت و گوجه و دنبه و اینها رو ریختیم تو کاسه و کوبیدیم، این مرده بود از خنده. پرسیدم چرا میخندی؟ گفت تو اندونزی برای آدمای 90 سال به بالا که هیچ چیز رو دیگه نمیتونن به جوان این کار رو میکنن. بعد من میبینم بچه های مثلا 12-13 ساله شما هم همین کار رو دارن میکنن، خندم گرفته. خب این شیوه این نیستش که ما انتخاب کرده باشیم، مثل موسیقی که گوش میدیم، گوش ما معتاده به این موسیقی، اینطور نیستش که ما این انتخاب کرده باشیم. میگم وقتی باخ نواخته میشه فرشتگان و آسمان ها سکوت میکنن، هر جا که این موسیقی داره پخش میشه اونو بشنون، ولی ما باخ رو گوش میدیم و سلام و سر میره انگوش بکنیم تو گوش رو میدیم مثل فرشته های آسمانی نیستیم که. چرا؟ چون گوش ما به صدای دیگه معتاده و ما انتخاب نکردیم، پسندها و ناپسندهای خود رو انتخاب نکردیم. در واقع ما انتخاب شدیم. انتخاب شدن یعنی ماشین بودن، یعنی ماشینی بودن. اون ماشینی است. بله، شما یه ربات میسازید و برنامه‌ای بهش میدید. این ربات از خیلی چیزا با شما صحبت میکنه، درباره عواطف، احساسات، محبت، عشق، غیره غیره. ولی باز رباته، باز ماشینه. من رفته بودم دبی، وقتی از هواپیما پیاده شدم وارد اون سالن طولانی شدم، همینطوری میومدم توی یه قسمتی که فضای باز بود، ظاهرا برای نخستین بار یه راهنمای سه بعدی دختر خانم خوشگل رو اونجا گذاشته بودن راهنمایی کنه، مثلا از کدوم طرف برید، چیکار کنید، چیکار، هر پرسشی داشتید. سه بعدی بود، یعنی چیزی که تو فیلم ها نشون میدن اونجا تحقق پیدا کرده بود. ما هم که رومون نمیشه با دختر ها صحبت کنیم، دیدیم خب این ربات، رفتیم بایستدیم با این صحبت کردیم، هم جواب میداد با لبخند هرچی ما میگفتیم، انگار که واقعی گفتن. ولی هیچ کس که اینجا نیستید دستی بهش بزن. گفتش که Don't touch me. من دستم هم ازش عبور میکردم. همه چیزش مثل یه آدم واقعی بود، حتی اینش هم اونطوری که عقب کرد.
نمیدونم این یه جای دیگه ای بود، دوربینا روش سوار بودن، بعد اینطوری تصویرش سبودیش اینجا میافتاد، نمیدونم من، ولی خیلی طبیعی بود. انتخاب شدن یعنی ماشین بودن یا ماشینی بودن؟ میگن گرجیوف عادتش بود همیشه تو پاریس تو پیاده رو جلوی کافه میشسته و نوشیدنی مینوشیده، روزنامه میخونده و آدم ها رو نگاه میکرده. گاهی کسی که با او آشنا بوده نزدش میرفته و با هم گپ میزدن، او آدم ها رو نشون میداده، میگفته ماشینند. به ندرت در میان این ماشین ها شما میتونید آدم پوست و گوشت و خوندار زنده پیدا کنید، آدمی که میبینه. اونجا هم اون تصویر سبودی برنامه بود که میگفت دون تاچ می، که الان ما داریم، یه ربات داریم بالاست، الکسا، صدای دختره، هرچی بهش بگی جواب میده، از احساسات بگید، یه حرف جوکای مثلا ناجور بگی میگه اینا رو نگو خوب نیست، یا حرف اونطوری بزنی میگه یه چیزایی میگه. این اون واکنش ها هم همه مکانیکی بود، زنده نبود. اصلا اون منو میدید؟ ظاهرم میدید، یعنی هر طرف که من میرفتم نگاهشو بر میگردون میدید، اما آیا واقعا میدید؟ حکایت ما حکایت همون تصویر سبودیه. ما هم یه تصویر سبودی هستیم که متحرکیم بر اساس میلها، تمناها، آرزوها و ترسهایی که در ما رسوب کرده، داریم واکنش نشون میدیم. اون تصویر سبودی وقتی این شور و هیجان عوامانه و روستایی منو دید، طبق همون برنامه که بهش داده بودن، فهمید دیگه که من اینطوری جذبش شدم، داشتم میرفتم، گفت I love you. یه من برگشتم گفتم کیدینگ، شوخی میکنی؟ گفت نو. حالا چیکار کنم؟ بمونم همینجا تا این تصویر سبود برم چیکار کنم؟ چیکار میشه کرد؟ ببینید، احساسات و عواطفی هم که ما از خود در میکنیم وقتی ماشینیم، ماشینیه. بنابراین این I love you های ما، عشق های ما هم از همین جنسه. یعنی شما وقتی این I love you رو میشنوید و دست میبرید به طرف معشوقتون، با هوای خالی مواجه میشید، چیزی نیست. یعنی ذهنیت خود رو شما پروژکت میکنید، تصویر سبودی میسازید از ذهنیت خود، و وقتی میرید سراغ این تصویر سبودی میبینید خالیه، چیزی نیست. وقت میگید اشتباه کردم، نمیفهمیدم، فلان بوده، نه اشتباه هم نمیکردی، فقط نمیدونستی که این تصویر سبودی پروژکت ذهن توست. این باید بدونی، باید بفهم. چون اینو نمیدونی
هی میری این تصویر سبودی رو یه بغل میکنی، فشار میدی، بعد میبینی چی هم نیست، تو دستت عصبانی میشی. تو چرا اینطوری هستی؟ تو چرا انقدر خالی؟ نگاه کن مثلا مردای دیگه چجوری هن؟ اونا اینطوری هن؟ زنای دیگه چرا اینطوری هن؟ تو چرا اینطوری هستی؟ تو چرا همش خالی؟ پرسش های از این دست ما طرح میکنیم. اختلافاتمون هم همش از این دسته. اختلافات بسیار بسیار کوچیک که به راحتی میتونیم حلش کنیم. مسائل کوچیکی که ما اونها رو پیچیده میکنیم، گندش میکنیم. ما به جای اینکه گره ها رو باز کنیم، گره ها رو کور میکنیم. بعد نمیتونیم باز کنیم با سرانگشتان خودمون. امروز خانمی اومده بود پیش من، گفت که کارم به جایی رسیده که جدا شم از شوهرم، دیگه نمیتونم، دیگه تحمل ندارم، گریه زاری. یک ساعت با من مشاوره خصوصی داشت. موقعی رفتن بپرسید، از خنده اشک داشت همینطوری از چشماش میومد از خنده. مسائل به همین سادگی میتونه عوض شه با تغییر دید و دریافت. میگو اصلا من نمیتونم، اصلا فلان نه. خیلی مسائل زیادی مطرح کرد که من یکی یکی براش توضیح دادم. مثلا یکیش این بود که شوهرم با کوچکترین بهانه چمدون رو میبنده، یعنی ساکش رو میبنده، من رفتم، منم داد و بیداد و فلان و بهمان، دیگه برگشتی طلاق و فلان. گفتم نه، اینطوری نگو، چون او یه بچه است، بچه 7 سال است، هیکلش گنده شده، به این شیوه از تو توجه میگیره، توجه میخواد تو ببینیش. این تو داد و بیداد میکنی، مهم میشه، دیده میشه. مثلا بعد میره، خب چند روز نمیاد، پیش بگو خب مواظب خودت باش، شورتاتو گذاشتی تو ساک، اینو گذاشتی، اونو گذاشتی، به اندازه کافی زیر پیرهن برداشتی، پیژامت هم بردار که مثلا راحت باشی و فلان، و اما که اونجا نیاز به حالا شستشو نباشی. اینا در ضمن وقتی داری میای 2-3 کیلو هم پیاز قرمز بگیر. تعجب کرد، پیاز قرمز؟ بازش پیاز قرمز؟ گفتم اتفاقا اونم از تو میپرسه که چرا پیاز قرمز، چرا سفید نه، زرد نه، چرا تاکید داری تو رو پیاز؟ حالا اوج دعوایی داره پرسید و مطرح میکنه دیگه، اوج دعواست، پیاز قرمز. گفتم بگو، به خاطر اینکه آنتی اکسیدانش بیشتره. به جای اون حرفا اینو بگو، تو که میخوای یه چیزی بگی اینو بگو. میگفت چند شب پیش رفتم بیدارش کردم، میگم منم زنم، منم غریزه دارم، منم نیاز دارم، منم میل دارم. تا میگیری میخوابی مثلا اعتنا نمی کنی، توجه نمی کنی، فلان نمی کنی، چرا اینطوری؟ گفتم مگه تو فارغ التحصیل سکسولوژی از هارواردی که این همه سخنرانی کردی برایش؟ رفتی یه مردی رو بیدار کردی، حالا شوهرت من اینطوری هم تو خواهی نمیشه که اصلا به من دیگه. حالا اون بیاد برفرض به تو توجه کنه، همون لحظه چجوری میشه توجه؟ خب که نشد رابطه زناشویی که اونطوری اگه بخواد بشه. تو اشتباه میکنی. باید چیکار کنم؟ کنم یه لباس نازک خواب بپوش، یه پاتم بنداز بیرون، بگو هوا گرمه، گرفتم خوابیدم، اصلا اطمینان ندارم. او خودش میاد، نیاز نیست تو بری بیدارش کنی، اینقدر سخنرانی براش کنی. وظیفه مرد رو بهش تذکر بدی، نمیدونم این حکمه. او چقدر آیه و حدیث خوند همین خودش، من اصلا پیدا کرده بودم که بهش بگم، بلکه وجدانش رو بیدار کنم. بابا وجدان بیدار بیاد و سلام و صلوات و دعا و عمل یجیب بیاد سراغتو که چی بشه. وقتی دید و دریافت خود رو عوض میکنی، همه چیز ساده است. یه نکته رو فراموش نکنید،
زندگی امری است سیمپل، ساده. زندگی جاریه، درست مثل آب روان. اگر احیانا جاییم متوقف شد پشت سد یا مانع، نگران نباشید. هیچ چیز قوی تر از آب نیست، به خاطر اینکه هیچ چیز انعطاف آب رو نداره. روزنه ای باز میکنه یا پیدا میکنه میره. غیر ممکنه آب بیاد تو اون سقف بعدم همینطوری پشت سرش جاری باشه و هیچ اتفاقی نیفته. نه، خیس میکنه همیشه رو میریزه و راه خودش رو باز میکنه. زندگی راه خودش رو باز میکنه. تو راه زندگی ما سد و مانعی وجود نداره. سد و مانع خود ما هستیم. میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. تو گمان میکنی هست، نیست. تو گمان میکنی حایلی هست میان عاشق و معشوق، حایلی میان عاشق و معشوق نیست. گمان نکن. یه خانمی با هم میگفت فکر میکنم بدبختم. گفتم فکر کن خوشبختی، اگه قراره با فکر باشه. نه، گفتم فکر میکنم واقعا بدبختم. گفتم فکر کن واقعا خوشبختی. هرچی من میگفتم اون میگفت، من میگفتم اون میگفت. فکر دیگه، فکرت عوض کن. یه جایی نشسته بودیم تو لابی بیمارستان، یه آقایی داشت درباره کرامات پدر و مادرش صحبت میکرد با یکی دیگه. چقدر پوز میداد. احساس کردم 99% دروغه به اون داره میگه، تازه آشنا شده بودن. من این بر نشسته بودم و وسط یه آقایی هم اومد. بعد برگشت سر صحبت با من باز کرد. من گفتم که مادر من همین راجب کار من شده نویسندم اون یا چی کار میکنم اونا. گفتم برای من خانوادم اون برن، مادرم هاروارد فلسفه جدید درس بوده. منطقه از پدرم جدا زندگی میکنن، چون پدرم مدتی آلمان بوده، اونم البته اهل فلسفه است، منطقه الهیات جدید تو دانشگاه برلین داره درس میده. پدرم که اونجاست، مادرم هم که اونجاست، جد و آبادم تو دانشگاه‌های مختلف فلسفه اینطوری شده. حرفه، فکر دیگه، انگار که خودت با خودت فکر میکنی. تو قصت گرفته، چرا مادر روستایی ساده داری؟ حالا اگه از این قصه میخوری، فرض کن که مادرت هاروارد فلسفه جدید درس میداده یا اصلا فوق تخصص سکسولوژی داره از سوربن. خب فکر هاش، فکر اون چه ما تو این کلاس میخواییم دربارش صحبت کنیم اینه که تو این فکرها هستی یا اونی که فکر میکنه. الان تو این فکرها هستی، نه چی میاد تو ذهنت باور میکنی تو اونی، در حال که یه مش فکره، فکر فکر فکر. تو اگه فکرها رو بذاری کنار، با یه امتینس، با یه خلع روبرو میشی. امتینس، میدونید چجوری؟ به این شکل I am، سه تا نقطه. شما جای اون سه تا نقطه رو با فکرها و قصه ها پر میکنید. شما همون I am اید، باقیش قصه است.
اونی که شما میتونید پاک کنید همون چیزاییه که تو اون قسمت خالی مینویسید. قسمت پر و واقعیت همین آی امه. آی ام همین دیگه. من چی هستم؟ قصه است. من هستم، من هستم، این واقعیت. هستی رو نمیشه انکار کرد. ولی وقتی میگید من فلان و بهمانم، اونا دیگه قصه است، فکره. و این فکرام دست ما نیست، معمولا میاد تو شرایط گوناگون اینطوری به ذهن ما میاد و ما بدون اینکه بدونیم آی ام رو فراموش میکنیم، اونی که حقیقتا هستیم رو فراموش میکنیم، قصه رو واقعی تلقی میکنیم. وقت ما هیچ وقت هستی خود رو زندگی نمی کنیم، ما قصه های خود رو زندگی می کنیم. آدم هایی که می بینی، آدم هایی که گرجوف به اونا اشاره می کرد، می گفت اینا ماشینند، نه قصه هند، یه قصه. پای صحبت هر کسی بشینی دهن باز کنه، شما یه قصه می شنوید. منتها او که نمیدونه این قصه است، او که یه اسپریچوال مستر نیستش که بدونه این یه قصه است. آدم عادیه، آدم عادی هم آگاهیش در سطح عادی و معمول و معمولیه دیگه. کسی که قصه ها رو 100% باور کرده و پذیرفته. به محض اینکه شما فاصله میندازید میان این هستی واقعی با این خلأ پیش رو مواجه میشید که دست شماست. پرش کن، جای خالی رو پر کن هر جور که دوست داری، هر جور که دوست داری پر کن. ولی خیلی جدیش نگیر، بدون که تویی که داری پر میکنی. پاک کنم تو دستت، میتونی پاک کنی هر جاشه که خواستی پاک کن دیگه. نه بگی که نه آخه اینجاهاش واقعیه، اینجاهاش واقعیته، چطور من میتونم انکار کنم؟ واقعیت فقط آی امه، آی ام همین، آی ام این واقعیته. واقعیش دیگه قصه است، واقعیش جای خالیه که اگر تو اون دور که دوست داری پرش نکنی، برات پر میکنند. بعد وقت تو آی ام رو، این واقعیت رو فراموش میکنی، اون قصه ای که برات نقل کردن رو باور میکنی. و هرچی بدبختیه و رنجه و عذابه و ترسه و وحشته، تو همین بخش خالیه که پر میشه. میتونی یه جوری پرش کنی که هیچ از هیچ کدوم از اینا توش خبری نباشه. اون خانمی که امروز اومده بود اینجا گفت چقدر خوبه، شما چقدر خونسردید، چقدر راحت میگیرید مسائل رو. میشه یه مقدار از این، از این چیزایی که میگید. خیلی آخه من گفتم که چجوری برخورد کن با شوهرت، گفتم من اگه جای تو بودم این کارو میکردم، اون کارو میکردم. اونم خندش گرفته بود که از این ترفندها و حیله های زنانه میشه به من یاد بدید. گفتم چشم آخه این چند تاره که گفتی مطمئنم روی او تأثیر میذاره. اینه که گفتم روی او خیلی تأثیر خواهد گذاشت. مدام گفتم
نه اسمشو نگم بهتره، چه ممکنه شهرش این صحبت رو بشنوه بگه منو داره میگم، اون نگم بهتره، چون اینجا یه ماجرای خنده داری پیش اومد که حالا ازش میگذاریم. پس درس ما درباره دیدن و این درس متضمن این معناست که ما تا حالا نمیدیدیم، تا حالا نمیدیدیم، اصلا ما با چشمهای خودمون ندیدیم. ما با چشمهای آریه‌ای دیدیم و توی این چشمهای آریه‌ای برنامه تعبیه کردن که چجوری ببینید، چه چیزهایی ببینید. ما همونطوری میبینیم، همون چیزها رو که قراره ببینیم میبینیم، وقت میشیم بخشی از یک سیستم، یک بخشی از یک ماشین، پاره از یک ماشین که کارکرد خودمون رو داریم، مثل کارکرد یه پیچ در یه ماشین بزرگ کارکرد خودمون رو داریم. به محض اینکه آگاه میشیم از این موضوع، کل کارکرد اون سیستم ماتریکسی به هم میریزه و فردیت ما هویدا میشه، پدیدار میشه. ما الان فردیت نداریم، ما میگه هرت ایمیون، در واقع ایمنی گله این روزا تعبیر رایجیه، میگن بیش از 60-70% مردم بگیرن کرونا رو و حالا یه جوری میشه دیگه، حالا کنار اومد باش هرد، میگن گله فردانیت ما، فردیت یکی ما در یک گله گم شده. حالا شما گوسفند متشخص ندارید که گوسفند ها یک در چشم چوپان یک اون گوسفند، گوسفندی است که اینطوری نیستش که یک گوسفند، چوپانی که 1500 تا گوسفند برده صحرا برمیگردونه، هر کدوم از این گوسفند ها بالاخره یک خاصیتی دارن دیگه، شیر میدن، پشم میدن، نمیدونم گوشت میدن، یک کار کردی دارم. ولی فردانیت ندارن هیچ کدوم از اینا، فرد نیستن، مثل همن، مثل هم، مثل هم نگاه میکنن، مثل هم میبینن، مثل هم میخوان، مثل هم میترسن، مثل هم، ما هم مثل هم، مثل همه. ما فردانیت نداریم. فردانیت ما اگر جلوه کنه، این فردانیت، همین اوریجینالیتی که مختص ایندیویجواله، این اوریجینالیتی، این اصل، فردانیت ما وقتی جلوه کنه، شکوه و زیبایی ما به چشم میاد. هر جا ما شبیه گله ایم، شکوه زیبایی نداریم، البته استفاده داریم، بله استفاده داریم، تا این استفاده هم همیشگی نیست، تا یه زمانی برای یکی استفاده داریم هست، اون استفاده رو نداریم نیست، یکی دیگه. ولی شکوه و زیبایی ماندگار، اون جاذبه، اون کشش که قدرت اصلی ماست، مال فردانیت ماست، مال زمانی است که ما حقیقت و واقعیت خود رو زندگی میکنیم، این آی امنس رو زندگی میکنیم، من این هو ام آی، من کی هستم، من فلانم، من بهمانم، من اینطوریم، من اونطوریم، در این هیچ جاذبه‌ای نیست.
چه جاذبی تو این قصه های ما چه جاذبی هست؟ به چه درد میخوره؟ یکی اومده بود خواستگاری دختر از قموخشای ما، اون هم خیلی پر اومده بود. میدونید من چه جوری هم؟ من اینطوری هم، من اینو میخوام، من اونو میخوام، یه چی دینه همون خواستم بلندش هم دو دستی بکنم تو سر اون خواستگار. تو احمقی هستی؟ تا الان چند ثانی هست اینجا نشستی؟ این داره دور شکنجه میکنه. این بیاد واو 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال تو یه همچین موجودی توی خونه داشته باشی، وای چه بلایی به سرت میاد. اینو گوش بدی، ولی یه مقدارم تو در واقع استعداد هنری هم داشته باشی. فرض کن یه سیگار گذاشتی پشت گوشت، این تخته نقاشی تو دستت، قلم تو دستت، بومو گذاشتی جلوت، دو سه نفس مراقبه‌ای میکشی، میخوای بری که مثل ون گوک پر بزنی روی تابلو، یا این میاد خاک برساره، این چیه؟ پدرت هم دیوانه بود، مادرت هم دیوانه بود، تا میایین ما با چشم‌های آریه‌ای دیدیم. الان خانم بایگان میگن که من هنر بیشم مسیحا داره باز میکنه. یه بار رفته بودیم جایی مروارید خزر، بعد بچه ها رو برده بودیم اونجا سفر، یه سفر 2-3 روزه بود، کاری میبردیم بچه ها رو سفر اونجا. چند تا از خانوم ها و آقایون هنرپیشه هم اومده بودن، اتفاقا مشهور هم بودن. تو ما تو زمین چمن نزدیک ساحل قدم میزدیم، هر کس میومد مسیح رو یه عکس بگیریم، میومد عکس بگیریم، میومد عکس بگیریم. بعد یکی از هنرپیشه ها بود، این کیه؟ ما هنرپیشه اینجا نشستیم، ایش کسایی بوده با عکس بگیرم، بیرم با این عکس بگیرم. و باره ما هم بازی میکنیم دیگه، این هم یه بازیه دیگه، بازی ما هم اینه. بله ما با چشمهای آریه‌ای دیدیم. دیدن با چشمهای آریه‌ای یعنی ندیدن. ما مثل همون ربات، بله از عشق هم حرف زدیم، مثل همون ربات سبودی که تا هم برگشتن گفت I love you. من کیدینگ، شوخی میکنیم، نو I love you، حالا منو دوست دارن چیکارش کنم؟ آدرس هتل رو بهش بدم بیاد، ربات سبودی بیاد چیکارش کنم؟ این پروژکت هست، پروژکته. طرف رابطه ما پروژکت آف آور مایند، ذهن ما مثل پروژکتور این رو افکنده بر پرده ذهنمون. چون ما واقعی نیستیم، با واقعیت دیگری هم روبرو نمیشیم. دیگری هم یه دنیاست، دنیایی که تو اگه واردش بشی و به گشت و گذار بپردازی در اون دنیا کرانه نداره، یه دنیاست. ولی ذهنیت تو محدوده و تو ذهنیتت رو فرافکنی میکنی به مثابه عشق، بعد که نزدیک میشی یه گشت که میزنی به
دیواره های این دنیای کوچولو میرسی، چقدر میخوای بگردی؟ خسته میشی دیگه، ملول میشی، بعد دیگه اون طرف برای تو تازگی نداره، اصلا طرف تو نبوده، تو اصلا اونو ندیدی، ذهنیت توست که برای تو تازگی نداره و تو از ذهنیت خود ملولی. افسردگی ما برای چیه؟ ما بهانه میاریم میگیم فلانی موجب افسردگی من شده. ذهن معتاد ما و ذهنیت تکراری ماست که ما رو ملول میکنه، ما رو افسرده میکنه. اگر ما این آی امنس رو زندگی کنیم، جای خالی رو میتونیم با قصه های قشنگ و بیشمار پر کنیم. قشنگ، زیبا، با شکوه، یعنی ما بازیگر اون فضای خالی میشیم. اون سه نقطه صحنه نمایش ماست. اینو اگر ابو سعید ابوالخیر شنیده بود گریبان میدارید، اگر زن بود مانتو پاره میکرد. حالا شما این کار نکنید. آی ام اون سه نقطه صحنه نمایش ماست. این آی ام، این آی امنس تو صحنه بازی میکنه. سناریو رو ننوشتن از پیش دستت بدن، تمرینی هم نداری از پیش، چون زندگی تکرار نمیشه، تکراری هم نیست. به خاطر همینه ما وقتی پیر میشیم میخواییم بمیریم میگیم کاش یه زندگی دیگه میداشتم، حالا دیگه میفهمم چجوری زندگی کنم، اون موقع نمیدونستم. نه، تموم میشه. نه سناریویی از پیش نوشته شده هست، نه متنی، نه تمرینی. یو، این آی ام، این آی امنس خود رو در یه صحنه بیکرانه میابه که فل بداهه باید بازی رو شروع کنه. فل بداهه، بدون فکر، بدون که فکر کنه. اگر این هوشیاری باشه و وقتی شما بدون فکر بازی میکنی، بازی تو اسپانتینیسلی خودجوشه، خودجوشه. یعنی شما بداهه نوازی میکنید دیگه، بازی شما تکراری نیست، کپی بازی کس دیگه ای نیست. اینجا شما اوریجینالید، هستی شماست که بازیگر صحنه است و نقش رو داره فل بداهه بازی میکنه، هستی شما. و اصالت همواره جاذبه داره. هیچ اصالتی نمیگه دیگه منو دوست نداری؟ دادیان چی بود؟ اون پسر میخوند خیلی هم دوست خواننده، بیوفا رفتی دیگه فلان، میره دنبال دختر سوار ماشین میشه اون تو بالکنه، یا بیوفا رفتی، بعد شروع میکنه به خوندن. هیچ اوریجینالیتی، هیچ اصالتی اینو نمیگه، چون هستی پر جاذبه است، هستی پرکششه، هستی قدرتمنده. تو کتاب قدرت که من از روندابر ترجمه کردم یه صفحه‌ای هست، اونجا یه نقاشی هست، یه نقطه سفید هست دورش، یه دایره که بازه، دایره رو نبسته، یه دایره بزرگ. میگه بزرگترین آرزوهای شما مثل این نقطه است، عشق مثل این دایره است. برای عشق تحقق این آرزو کاری نداره که، این نقطه است. و الان بزرگترین آرزوهای ما چیه؟
چی شده بزرگترین آرزوهای ما. شاده بچه هم تو کنکور قبول شه، اونو قبول میشه. خب که چی؟ فرضون قبول شد روانشناسی دانشگاه رودهن، دانشگاه آزاد مثلا گیرم، میره میاد. بعد چی شد؟ یه لیسانس هم گرفته آورده اونجا، یه چیزی رو توف زدن کوبیدن زیر اون، اینم دستش. چی شد؟ وقتی نمیتونه یه مسئله خیلی خیلی ساده رو تو زندگیش حل کنه، اونم که اصلا اون امتحان هم نمیخواد، که به چهار گزینه‌ای بهش میدن انقدر راحت میدن که اون بدونه مثلا کدومو بزنه. مثلا سقراط چه موجودی بود زیر؟ چهار گزینه دادن، یکی پرنده، یکی چرنده، یکی خزنده، انسان. انسان میزنه مدرک کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد روده. گزینه همش همین طریقه. آدم چیست؟ چهار گزینه زده. آدم مثلا پوشاک است، آدم پلاستیک است، آدم فلان، آدم آدم است، آدم آدم است، بزنیم اونو آدم آدم است. و میایید شما روان چه کسی رو میخواید؟ روان در و داغون چه کسی رو میخواید شما درست کنید؟ پس در کلاس دیدن ما به این میپردازیم که از حالا به بعد آریه‌ای نبینیم. آریه‌ای یعنی هم باورهایی که ریختن تو ما. یه سطر اونجا بوده، هر کس رسیده چیزی انداخته توش. ذهن ما الان حکم یه سطل زباله رو داره، هر چیزی به درد نخوری توش هست، مچاله شد افتاده اونجا. هیچ وقت هم وارسیش نکردیم که تو این سطر چی هست، از جنس باورها، از جنس ارزشها، از جنس آرزوها، امیدها، ترسها، پسندها، ناپسندها، گله ها، شکایت ها، اون ریخته شده. نه، ما الان میخواییم از موضع هستی خود این ذهن رو واکاوی کنیم، خالی کنیم، ترتمیزش کنیم، بشیم همون آی ام نسی که هستیم، همون آی ام نسی باشیم که هستیم، هستی ماست. بعد بازی رو به دلخواه خود پیش ببریم. بله، وقتی ما بازی رو به دلخواه خود پیش میبریم نیز با چالش های مواجه میشیم، اما اونجا هم به دلخواه خود، خودجوش کنش خواهیم داشت نسبت به چالش ها. دیگه واکنش نیستیم نسبت به چالش ها. مثلا برفرض اگر ما از موضع آی امنس این صحنه رو حضور داشته باشیم و بازی کنیم، اینطور نیستش که حالا ویروس کرونا دیگه نباشه. ولی ویروس کرونا اونی نیستش که ما الان فکر میکنیم، هستا، ولی اونی نیست که الان فکر میکنیم. بعد کنش ما هم با این ویروس فرق خواهد کرد. پس حد البته رو ایمیون سیستم ما هم تأثیر مثبت خودش رو خواهد داشت، ولی ما به خاطر این دیدمون رو عوض نمی کنیم که، یا نگاهمون رو مورد واکاوی قرار نمیدیم که ایشالله که از این ویروس جان سالم به در ببریم. نه، اصلا برای اون مسئله نیست، مسئله نیست. ممکنه به درد بازی من بخوره تو این صحنه، میتونم ازش استفاده کنم. به درد بازی من ممکنه بخوره، ممکنه اصلا نخوره. وقتی نمیخوره انگار اصلا تو دنیای من ویروس کرونا وارد نشده،
اگر به درد خورد فقط برای بازی من بهش میپردازم، ولی چیزی نیستش که بازی منو به دست بگیره و منو بازی بده. من بازیش میکنم ولی بازی نمیخورم. حالا نگاه کنید همین ویروس کرونا مثل چند تا انگشت که نخ بهش بسته شده باشه، آدم ها رو داره بازی میده دیگه. این فراز و فرود های احساسات آدم ها همه مال همین ویروس دیگه. یه جوری میگه فلانی هم گرفت، نه آره چی جون شلنگ کردم تو ماتحتش، چرا پس از دهن نکردم، از دهن دوتا رفته بود جا نده. مادر چجوری میره تیه ریه من نمیدونم، ولی یکی رو میگفتن اینطوری بوده، دوتا سه تا لازم بوده، دوتا شو از این ور فرستاده بودن، یکیش از اون ور. گفتم نه بابا اون سنده بس میکنن که دستشویی نمیتونه بره، دهاتی بود نمیفهمید که من فکر میگرد هرچی سند بس میشه میره تو ریه. نه آره یعنی این ویروس رو ما بازی میکنیم، ولی اینطور نیستش که ویروس ما رو بازی بده. یه روزش هم زیاد اگر بخواد از ما بگیره، یه لحظه‌ش هم زیاد اگر بخواد از ما بگیره، یه لحظه‌ش هم نباید بدید. اگر این نماینده مرگه بهش هیچی ندید، یه لحظه از زندگیتون هم بهش ندید. آره پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنید، همونطور که الان رعایت میکنید. یه چیزایی بپاشید رو دستتون، به نمیدونم سر و صورتتون. آره اینا خوبه. حالا باید همینطوری باشه، قبل از این هم باید دستتون رو میشستید، متعادت نداشتید، حالا بشورید، این عادت خوبیه، دستتون رو مرتب بشورید، اینطوری هم بشورید، اینطوری. آره اما یه لحظه هم از زندگیتون رو به مرگ ندید. همیشه برای مرگ یه زمین سوخته بذارید برید. وقتی مرگ میاد هیچی نبینه، چی رو برداره ببره. مرگ میاد یه چیزه شما بگیره، هیچی نمونه. حتی لباس زیرتون هم نذارید واسه مرگ. پیشا پیش ببرید بفروشید. پولش بستنی بخرید، لخت و پتیتون پیاده روی خیابون شریعتی بخورید و بیاید یه جایی بیفتید تموم کنید. ولی هیچی واسه یه مرگ نذارید، یه زمین سوخته نذارید، خودتون رو مصرف کنید، خودتون رو به مصرف برسونید، یعنی زندگی کنید، خودتون رو به مصرف زندگی برسونید، خودتون رو سوخت زندگی کنید. نگاه کنید شمع خودش رو، کل وجودش رو تبدیل میکنه به گرمی و روشنی. خوبه؟ هیچی نذارید بمونه، هیچ. همه رو تبدیل کنید به شور زندگی. میگه داخل ندارم، میدونید چیه، به هم فشار میاد، اذیت میشم، نمیتونم. یه مقدار عداشو در بیارید که دارید، که شور زندگی دارید، عیبی نداره، حداقل عداشو در بیارید. آخه من لبخندم نمیاد هرچی زور میزنم. طرف دچار یبوست روحی، هرچی زور میزنم که از قوم خویشای ما، من هرچی زور میزنم لبخندم نمیاد، دچار یبوست روحی، نمیدونم در تو گشاد کن. میشه لبخند، باید بتونی بخندی. آدم آدم نیست اگر حداقل ماهی یه بار به خودش نخنده.
چون ما موجودات خندداری هستیم، یادمون رفته خیلی خودمون رو جدی گرفتیم، نمیخندیم. من که هر کسو میبینم میخندم جز به خودم. ما موجودات مضحکی هستیم، ما موجودات خندداری هستیم، منتها چون خودمون رو جدی گرفتیم خندمون نمیاد، همه چیزمون خنده داره. این رو دو پا را میریم اینطوری دست، گردن، کله، فلان، همه چیمون خنده داره. ما خجالت میکشیم تو آینه لخت خودمون نگاه کنیم، چون میدونیم خنده داره. آقا یعنی چی این مرز؟ واقعا که ما باید یاد بگیریم حداقل ماهی یک بار به این مضحکه بخندیم، چون خیلی جدی میگیریم. اصلا بشه سریمونی خنده به خود. حالا شما میگید ما افسرده بودیم، من مسیح این چیز دارم که گفت که دیگه ما افسرده تر از اینجا بیریم بیرون و به خودمونم بخندیم. بهترین راه همین درمان افسردگی اینه که شما مضحکه رو ببینید و تو مضحکه که بر وزن مفعله، مفعلتون که اسم مکانه، محل زهکه دیگه، زندگی مضحکه است، محل زهکه، یه جشنه، یه ضیافته. باید یاد بگیرید به خودتون بخندید. ممکنه بگید من هیچ چیز خنده داری تو خودم نمیبینم، بیاید پیش من خیلی میبینم. وقتی میبینید زندگی چقدر ساده است، زندگی مثل آب روانه و تنها شیوه درست زندگی، زندگی به شیوه آب هاست، جاری و روان. هیچ آبی از برخورد به یه سنگ تیز شکوه نمی کنه. میگه این لحن موسیقایی من عوض کرد. تازه هرچی سنگ بیشتر تو بستر رودخونه باشه، آواز رود بیشتر به گوش میرسه. هیچ رودی شکوه نمی کنه. گوش بسپارید به صدای موسیقی، شرشر آبی که داره میره. این شما رو میشوره، شما رو آلوده نمی کنه، میشوره. گذشته از اینکه کام تشنه روح و عواطف شما رو هم سیراب میکنه. زندگی به شیوه آب، روان، جاری، بی شکوه و شکایت، بی چرا. چون که چرا اینطوری؟ چرا اونطوری؟ فکر میکنید برای این چراهای شما پاسخی هست؟ کی میخواد به این چراها پاسخ بده؟ چرا آخه باید زندگی من این باشه؟ چرا؟ آخه خدا چرا؟ یه بار شده جوابتونو بده چرا؟ یه بار شده آدم حسابتونو بده چرا؟ آره یه بار حداقل. چون میگه بعد نمیفهمی که من هرچی بگم به درد نمیخوره. چون از اول گفتم زندگی ماجراست، ادونچر. تو منطقیش کردی، از اول ماجرا بود. ماجرا یعنی پر چالش، پر از همه چیز، اشک ها و لبخند ها، پر از ماجراها، خطرها، ریسک ها، پر از همه چیز، پر از دل بستن ها، دل بریدن ها، پر از
گپ و گفت ها، خنده ها، شوخی ها، سفر ها، دیدن ها، پر از تماشا. از اول زندگی این بود. اگر این نبود، اگر ماجرا نبود، بیکار بودم. شما رو بیارم چیکار؟ بیرای بخور بخور. خوشمزت هم خوشمزت. پیاز پیاز نداریم. پیاز هم پیاز میکردم. قلیون هم چاق کن اکبر آقای، قلیون هم بکشیم. باشه چه طعمی؟ بذار طعم لیمو بزنن دفعه ببینیم چی میشه. الله طعم لیمو. اینه این زندگیه. یعنی این هست دیگه. حیرت انگیز برای همین بود. زندگی ماجره هست. ادونچره. همه اینا رو داره. وقت شما دیگه چرا ندارید. شما فقط میرید به دل ماجراهای گوناگون بدون شکوه و شکایت و در جا تصمیم میگیرید چیکار کنید. خودجوش. اصلا فکر نمی کنید از پیش. روبرو میشید با این حادثه، همونجا تصمیم میگیرید که چه بکنید، چه کنشی داشته باشید، نه اینکه واکنشی عمل کنید. بعد میبینید خیلی از ترس های شما اصلا رخ نداد تو زندگی. یکی از قوم و خویش‌های ما یه پستی رو خونده بود تو اینستاگرام. یه ستاره دنباله‌دار از کنار زمین داره رد میشه، ممکنه بخوره به زمین، زمین نابود بشه، ما همه نابود میشیم. قدرتش از 1000 بمب اتمی بیشتره. باور نمی‌کنید شاشپند شده بود. هرچی آب میدادیم بخوره ادرارش نمیومد. بردیم پیش یه پزشکی، چهارراه ولی است، از این میله بافتنی ها زده. از همینا که ستاره دنباله حالا اون کی بخوره به زمین. حالا اگه خورد تو تصمیم بگیر که چه واکنشی یا کنشی داشته باشی. حالا اگه نخورده که میدونم اتفاقی نیفتاده. اسم خانمش هم سخرا. سخرا ما نوشتی ستاره دنباله دار میخواد بخوره به زمین، زمین رو پود کنه. این میگفت بیا زودتر من این خونه و مغازه رو به نام تو کنم. بابا خونه مغازه دیگه به چه درد میکنه؟ تو اینقدر احمقی. ذره شعور داشته باش. یه ذره فاصله بگیر. یه ذره آی امنس تو زندگی کن. همش قصه قصه قصه. تو کی میخوای بمونی؟ همین حالا رفته بگیر. بعد با شجاعت هستی خود رو آشکار کن. فردانیت یک قشنگ جذاب با قدرت و با شکوه خود رو آشکار کن. نترس. تو این ماجرا که همش بازیه، یعنی سه نقطه رو فقط با بازی پر میکنیم، اون آی امنس هیچ وقت از بین نمیره. تو این قصه ها هم هیچ چیز برای از دست دادن نداریم ما. متشکرم.